الان چند ساله خارج کشوری؟ خارج ایرانی؟ 23 سال. نه بیشتر، 26 سال. To believe, I thought it was you. The end of the road, I'm so unable to see. What you say never gonna happen to me. I was a fool to believe. I thought it was you. The end of the road, I'm so unable to see. What you say never gonna happen to me. And I lied to myself. بیشتر از همه من متال گوش میکنم. بنتهای مثلا مورد علاقه هم متالیکا هست، ولی مثلا فیر فکتوری یا سلیپ نات اینجور شده حسابی متال سخت و سنگین گوش میکنم. ولی مثلا آلبوم جدید یوتو هم گوش کردم. بعد بنتهای روز آلمان مثلا هستن، بنتهای مثل کینگز آف لیون یا ماندو جیاو، بنتهای راک بریت پاپ میشه گفت بهشون. یعنی خیلی چیزای مختلف، حتی جاز و اینا هم گوش میکنم، ولی کلن بیشتر علاقه دارم به متال. معمولا شعرهایی که می‌نویسم راجب زندگی خودم هست یا راجب زندگی کسایی که مثلا تو سن و سال من هستن. یعنی بعد وقتایی که کلی مثلا تکست کلن راجب مثلا این فاز زندگی می نویسم، بعضی وقتا راجع به مثلا رابطه‌ای که با زنی دختری چیزی داشتم، یعنی خیلی فهم می‌کنم. بعضی وقتا اتوبیوگرافیه، بعضی وقتا هم یک کم چیزای توش می نویسم که زیاد ربطی به من نداره، ولی کلا همیشه یه رابطه‌ای به زندگی خودم داره. آدم وقتی توی اینترنت فعال باشه فکر کنم خیلی زیاد براش پیش میاد که سایت و بندهای ایرانی رو ببینه تو اینترنت، چون خیلی فعال هستن و به خصوص توی این راک و متال خیلی بندهای خوب هست. من یه بار شانسشم تو خود برلین بند اوهامو ببینم و خیلی خوشم اومد. یه باسیست آلمانی با هم بود که واقعا دهنش هم واز بود و خیلی براش جالب بود که باسیست اوهام که باسیست عالی هست. I was a fool to believe. I thought that I was the one for you, but then I learned to see that you feel a good guy is all you wanted to be. I was a fool to believe. توی سالهای 5 سال اخیر وضع خیلی سخت شده کلاً برای بندهای حرفه‌ای راک، برای اینکه به حال فروش‌های سی دی و اینا کمتر شده و اینا، ولی به هر حال ما هم ادامه میدیم و فکر کنم ادامه دادن یکی از مهمترین نقطه‌های موسیقی راک است. برای اینکه آدم وقتی مثلا ما الان 10 سال به عنوان بند وجود داریم، میبینیم دور و برمون بندهایی که همینقدر وجود داشتن مثلا میرن کارهای دیگه میکنن، بند رو ترک میکنن، قضیه یعنی ادامه نمیدن، و این ادامه دادن خیلی مهمه و بندهای ایرانی هم فقط باید ادامه بدن، برای همونقدر کارهایی که فعالیتایی که الان دارن رو ادامه بدن، برای اینکه کارشون خیلی خوبه و اینکه خیلی کارهای جالب میکنن و تو بعضی چیزا خیلی نوعه و برای من خیلی جالبه، به خصوص مثلا وقتی موسیقی متال ایرانی میشنوم که خواننده مثلا تلاش میکنه با ریتمیک غربی بخونه، فارسی زبان فارسی که به هر حال فرق میکنه با زبانهای غربی، و چیزای خیلی نو میسازن و اینش درست همینش خیلی مهمه که یک چیزای تازه که تا به حال نبوده ازش به وجود بیاد. و من فکر می‌کنم برای بندهای ایرانی وضعیت خیلی سخت‌تر از برای مثلا بندهای مثل ماسک که تو آلمان هستیم، برای اینکه آزاد هستیم، می‌تونیم بریم کنسرت بذاریم، می‌تونیم بریم کشورهای دیگه کنسرت بذاریم، ولی همین که آدم تلاش کنه و به هر حال تو زیرزمین هم سعی کنه کنسرت بذاره و همیشه سعی کنه سی دی منتشر کنه در حالی که امکانش نیست، این دفینیسیون اصلی موسیقی راکه. من فکر می‌کنم برای موسیقی ایران خیلی خوبه که به فارسی می‌کنم، برای اینکه این سبک‌ها به هر حال تradition اونقدر طولانی نداره مثل مثلا موسیقی راک انگلیسی زبان یا آلمانی زبان حتی.
و این باعث میشه که پیش بره و چیزای نو توش به وجود بیاد و تا حدی جا بیفته. برای اینکه مثلا موسیقی راک یا موسیقی متال ایرانی که میشنوم، خیلی وقتا مثلا خواننده به سبک مثلا گوگوش داره روی آهنگ متال میکنه و خب این به نظر من متال نیست، ولی خیلی مهمه که آدم تا با این کار و مرحله‌های مختلف برسه به اون جایی که ببینه با زبان ایرانی آیا میشه موسیقی اینقدر ریتمیک و با ضربه های مختلف رو خوند یا نمیشه. و به نظر من میشه، اون تا کار خیلی سختیه. ما چون برای اون سخت بوده تو سال اخیر همیشه میگفتیم راک، مثلا این همه بند راک هست، راجبش فکر کردیم یه سبکی برای خودمون در آوردیم، اسمشو گذاشتیم فیول، که در اصل معنی که ما میفهمیم مخلوطه. یعنی این ما هر کدوممون در اصل یه موسیقی دیگه گوش میکنه. مثلا من متال هستم، درامرمون بیشتر جاز و فانک گوش میکنه، گیتاریستمون بیشتر آلترناتیو راک گوش میکنه، باسیستمون بیشتر موسیقی دهه 70 هیپی، نمیدونم دورس و نمیدونم اینجور. و این مخلوط این سبکاست، سبکای مدرن مثل دیسکو و الکترونیک، سبکای دهه اخیر مثل جاز، فانک و اینا. و از این طریق خب ما میتونیم همیشه بگیم موسیقی ما فیوله و دیگه این مشکل نداریم که بگیم والا راک یعنی چی، راک حالا این همه راک هست، کدوم راک، فلان راک، فیول، سیمپلی فیول.